دوستان سلام، طبق روال هر هفته که قرار گذاشتیم سه شنبه و پنج شنبه ویدیو داشته باشیم، این سه شنبه میخوایم به جنگ قدرتی بپردازیم که تو اروپا حدوداً 10-12 سالی که داره اتفاق میفته و بین دو رقیب اصلی ولوو و اسکانیا هر چند سال یه بار رتبه ها داره تغییر میکنه. همینطوری که میدونید خب اخیراً ولوو جدیدترین کامیون خودش رو به نام ولوو آیرو یه ولوو 780 اسب بخاری رونمایی کرده و قرار است امسال وارد بازار بشه که این کامیون یه دست بخار از اسکانیا 770 که اون قوی ترین کامیون اروپا تا چندی پیش بود قوی تر شده و دیگه الان رتبه قوی ترین رو ولوو داره. بریم مقایسه این دو تا کامیون داشته باشیم. خب سال 2016 ولوو با رونمایی از ولوو فچ 750 به عنوان قوی ترین موتور و قوی ترین کامیونی که در دنیا وجود داشت رتبه قوی ترین کامیون دنیا رو از آن خودش کرد و چند تا جایزه مختلف هم دریافت کرد. قوی ترین کامیون از نظر میزان قدرت اسب بخار تولیدی موتورش فقط بود و از این نظر که ما میگیم قوی ترین کامیون، وگرنه منظورمون توانمندی نیست، بعدا حتما به این موضوع میپردازیم. 4 سال بعدش سال 2020 اسکانیا اومد موتورهای جدیدی رو نمایی کرد که قوی ترینش اسکانیا S770 بود، یه موتور 16 لیتری که میتونست 770 اسب بخار قدرت و 3700 نیوتن‌متر گشتاور تولید کنه. خب ولوو فچ 750 قبلی 750 اسب بخار و 3500 نیوتن‌متر گشتاور بود که این اسکانیا جدیدی که اومد 200 نیوتن‌متر گشتاور بیشتر و 20 اسب بخار هم قدرت بیشتری تولید می‌کرد. این نکته رو بهتون بگم که کلاً ولوو تکنولوژی و سیستمی که داره موتورهای 6 سیلندر خطی رو تولید می‌کنه، اما اسکانیا موتورهای 8 سیلندر خورجینی. این 8 سیلندر خورجینی بودن یه جایی کار دستش میده. کجا؟ اونجا که اسکانیا 770 رو خوب نتونست بفروشه. چرا؟ چون موتورهای 8 سیلندر خرج بالایی رو دارن، استهلاکشون بالاست و مصرف سوختشون هم بالاست. برای همینم تو اروپا خیلی پرطرفدار نشد و فقط برای کامیون‌های جفت دیفرانسیل و کامیون‌های زیرسنگینش استفاده کرد. اما خب تو ترکیه ما می‌بینیم که چون خیلی علاقه دارن کامیون‌های تک دیفرانسیل 770 قدرتی رو زیاد می‌تونیم ببینیم. از اینکه بگذریم، سال 2024 یعنی یک ماه پیش بودن ولوو نسل جدیدی از موتورهای خودش رو نمایی کرد که قوی ترین اون ولوو فچ 780 است. ولوو فچ 780 10 اسب بخار قدرت نسبت به اسکانیا 770 بیشتر تولید میکنه و 100 نیوتن‌متر هم گشتاورش بیشتر. یعنی چی؟ یعنی گشتاورش 3800 نیوتن‌متر هست که یه عدد عجیب غریبه. یه چند تا ویژگی درباره این موتور نسل جدید ولوو بهتون بگم. اول اینکه این موتور 6 سیلندر خطیه. دوم اینکه اولین موتوری است که حجمش با اینکه 6 سیلندر خطیه 17 لیتر تمامه، که 17 لیتر تو 6 سیلند خیلی تکنولوژی بالایی رو باید داشته باشه شرکت ها بتونه تو موتوری تولید کنه و چون خطی هست میتونه تولید انبوه داشته باشه و تو خود اروپا خیلی ازش استفاده میکنن و به کشورهای دیگه هم مثلا 750ش میتونه بفروشه. قیمت کام هایی که الان ولوو فچ 780 دارن پیش فروش میکنه ولوو باشون حدودا 180 تا 190 هزار یورو هست که نسبت به حالا ولووای 500 حالا موتورای 13 لیتری فول خب 40-50 هزار یورو قیمتش بالاتر هست. و یه سوالی که برای خیلی هست اینه که چرا مثلا آکتوروس 1863 وارد ایران نمیشه، چرا اسکانیا مثلا 580 وارد نمیشه، چرا رنو 640 وارد نمیشه، چرا مثلا ولوو 750 وارد ایران نمیشه. دلیل اصلیش اینه که در ایران موتورای 16 لیتری ممنوع است وارد کنه و فقط و فقط موتورای 13 لیتر به پایین میتونن وارد بشن. منظورمون از این 13 لیتر مجموع حجم سیلندرها است، یعنی مجموع حجم احتراق که ربطی به روغن و این چیزا مثلا نداره. اینو چون خیلی تو کامنت ها میپرسن گفتم و تو ایران فقط موتورهای 13 لیتر به پایین مجازن وارد بشن و موتورهای 16 لیتر به بالا نمیتونن وارد بشن. دلیلشو من نمیدونم، اگه شما میدونید حتما برام کامنت کنید. و همین دلیل هم هست که ما ولووی 750 یا حالا ماشینایی که قدرتشون بالاتر هست تو ایران نداریم. از اینکه بگذریم، نظر شما درباره خط نشون جدید ولوو برای اسکانیا چیه که دست و خار رفت بالاتر؟ به نظرتون باز اسکانیا میاد یه قدرت بالاتر رو نمایی کنه و یه عدد بالاتر رو بذاره؟ نظرتون چیه؟ اگه نظری داشتید حتما برامون کامنت کنید.